درود به شما همراهان عزیز. نگرانی از افزایش قیمت بنزین در ایران. این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص می دهد. در ادامه اخبار این ساعت مطابق روال برنامه های تحلیلی همراه خواهیم شد با آقای واحدی. و در پایان می پردازیم به اعتراف نیروی انتظامی به قتل محمد میر موسوی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان. تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدن. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. نگرانی از افزایش قیمت بنزین در ایران. پس از ابراز نگرانی برخی نمایندگان مجلس ایران و کاربران رسانه‌های اجتماعی از احتمال گران شدن بنزین، پس از سخنان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری این کشور، محمد رضا عارف معاون اول او میگوید هیچ تصمیم عجولانه‌ای در این باره گرفته نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عارف در جلسه ستاد تدوین بودجه 1404 گفت به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت 14 هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار خواهد داد. پزشکیان سه‌شنبه 6 شهریور درباره لزوم افزایش قیمت بنزین گفته بود می‌شود بنزین را با دلار آزاد خرید و با یارانه به مردم فروخت. تجارت نیوز در مطلبی با اشاره به لزوم واقعی‌سازی قیمت بنزین نوشته است آخرین تغییر قیمت بنزین در ایران به سال 1398 باز می‌گردد که این تصمیم یک شبه به روشنی نشان داد بنزین در ایران دیگر یک کالای اقتصادی نیست و به ابعاد مختلف زندگی مردم و امنیت کشور نفوذ کرده است. در آبان 1398 افزایش چند برابری قیمت بنزین منجر به اعتراضات سراسری گسترده‌ای شد که در طی آن با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به معترضان صدها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال برخی از منتقدان افزایش قیمت بنزین نیز به اینکه چرا دولت ایران که خود صادرکننده نفت است باید وارد کننده بنزین باشد پرداختند. تجارت نیوز در این باره نوشته است چنین مسئله‌ای تا کنون محل مناقشه بوده و پاسخی قابل توجه از جانب مسئولان به آن داده نشده است. روزنامه اعتماد هم در گزارشی درباره گران شدن قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان نوشته است صحبت‌های رئیس جمهور درباره روند غیرمنطقی مصرف سوخت در ایران و یارانه‌ای که دود می‌شود و هدر می‌رود را باید به عنوان یک سیگنال تصمیم احتمالی دولت 14 برای تغییر در این روند تلقی کرد. اما می‌رسیم به بخش تحلیلی برنامه این ساعت و همراه می‌شویم با آقای واحدی. فریبا شادکام گفتن به نظر شما خامنه‌ای خودش به کدام جناح گره شده؟ ببینید، خامنه‌ای تا سال قبل از اینکه رهبر بشه خیلی مستقیم به سنتی ترین بخش جناح راست تعلق داشت و افراد بسیار نزدیکش هم افرادی مثل شیخ محمد یزدی بودن، از حوزه افرادی مثل راستی کاشانی بودن، اما الان گرایشش به اون جناحیه که بیشتر و زودتر میتونه ایران رو نابود بکنه. اصلا دیگه بحث واقعا خامنه‌ای دیگه اصلا جناح گرایی الان نداره. خامنه یک رسالت برای خودش تعریف کرده و اون هم نابودی ایرانه و انصافاً در این زمینه خیلی موفق داره پیش میره. مرغ طوفان گفتن از جلیلی و پرچم عراق بگید، از خونهای در جنگ و عراق ریخته شده. ببینید دوستان عزیز، جایی باید تعجب کرد که شما یک کوچکترین نشانه از ایرانی بودن در اینها ببینید. هیچ نشانی از ایرانی بودن نیست وقتی که رئیس بنیاد شهید میگه ما برای خانواده شهدای عراقی پرانده درست میکنیم. یعنی کسانی که حالا ایشون توضیح نداده کامل کیه، ولی به هر حال وقتی میگن شهدای عراق، از نظر عراقی اونا باید تعیین کنن شهیدشون، نه ما. کسانی هم که در جنگ کشتن، کسانی که اومدن جلوی بچهای ما ایستادن، بچه‌ها ما رو کشتن و اونا هم کشته شدن، شهید تلقی میشه. میبینید که نه تنها تلاشی برای گرفتن غرامت از عراق نکردن، بلکه برق و گاز و پول مجانی دارن به عراق میدن، کمک میکنن به نهادهای بعضی از نهادهای نظامی عراق و اقدامات عجیب و غریب. بسیار از این افراد، خب شما وقتی رئیس قوه قضایی این کشور آقای محمود هاشمی شاهرودی در مجلس ششم آقای رسول مهرپور که فکر کنم اخیراً فوت کردن، ایشون نماینده درگز بود، اومد از روی روزنامه جمهوری اسلامی یک مصاحبه رو از هاشمی شاهرودی خوند زمانی که رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق بود. این جمله که آقای مهرپور
مهرپرور مهرپور روز شورای نگهبان حسین مهرپور روز شورای نگهبان من دو تا رو همیشه خاطی می‌کنم. رسول مهرپرور که نماینده درگز بود اومد خوند که یه جاش میگه ما به عنوان مبارزان مسلمان عراقی خود را موظف می‌دونیم که فلان. بعد این آدم شد رئیس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی، طرف خودش رو افتخار میکرد که جزء مبارزان مسلمان عراقیه، نقدی متولد عراقه و بسیار از این افراد. من اصلا بحثی ندارم، متولد عراق برای خودش محترمه، اما در کدام کشور کسی که خودش تا چند سال پیش افتخار میکرد که رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق رئیس قوه قضاییه میذارن؟ و میبینید، ببین وقتی که من هر بار خودم موظف میدونم لعنت به روح قاسم سلیمانی بفرستم، کسی که میاد میگه ما اگر تحریم ها علیه ملت ایران ده ها برابر هم شود دست از حمایت از فلسطین بر نمیداریم، این یعنی فلسطینی تر از خود فلسطین است، ایرانی نیست. یا وقتی ظریف میاد میگه ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار هستیم، غلط کردی، تو خودت و زن و بچه تحت فشار نیستین. اگه کسی ایرانی باشه که همچین حرفی نمیزنه. بله، دفاع از مظلوم کار خوبیه، اگر ما وضعمون طوری باشه که بتونیم کمک کنیم، مثل سایر کشورها زلزله میشه، جایی سیل میاد، یک حادثه طبیعی پیش میاد، کمک میکنیم. اما اینکه بیای بگی افتخار میکنیم که به خاطر حمایت از فلسطین تحت فشاریم، یعنی ضد ایرانی هست، یعنی اصلا شرف نداری، یعنی اصلا ایرانی نیستی. تو فرق نمیکنه جواد ظریف یا قاسم سلیمانی یا علی خامنه ای یا شاه هاشمی شارودی یا سربار نقدی یا جلیلی که پرچم رو دوشش میذاره، مشکلی اینه که این اصلا موجودیتی به نام ایران براشون احترام نداره، محبوبیت براشون نداره، دغدغه نسبت بهش ندارن و نسبت به ملت ایران. آقای جلیلی پرچم عراق رو انداختی رو گردنت و عکس گرفتی، اینو از خود عراق فرستادن اینجا وایرال شده، من الان آخر این ویدیو میذارم. 8 سال ما تو دفاع مقدس نبودیم، شهید ندادیم که اینجوری بشه. آخه هر کی هر کاری میکنه میگه ما شهید دادیم، اتفاقا اون عده زیادی که مدعیان شهید ندادن، شهید ماها دادیم، مردم دادن، نه مسئولین. شما که بچه‌هاتون اونورن که دارین عشق دنیا رو میکنن. آره من تا الان نگفتم، ولی اینجا میگم من خودم فرزند شهیدم، اما به جرئتم میگم که آرمان امثال پدر من این نبود که آدمی که میاد کاندید ریاست جمهوری برای یه مملکتی مثل ایران میشه، پرچم عراق رو بندازه رو گردنش عکس بگیره، بعد از خود عراق فرستاده بشه و اینجا وایرال بشه. تو رو خدا آقای جلیلی خجالت بکشید، حیا کنید، به خدا این کار خوب نیست. من میدونم خیلی هم پشتتونن، اما درست نیست، اینجا ایرانه، شما تو ایران داری زندگی میکنی، نون مملکت ایران رو داری میخوری، پرچم عراق انداخته رو گردنت. هر دلیلی میخواد داشته باشه، اون دلیل به درد نمیخوره، چه دلیلی میتونی داشته باشه؟ من نمیفهمید مالک اشتر توهین نکن، یعنی که به قاسم سلیمانی نگم لعنت به قاسم سلیمانی، لعنت بر خودش و بر همه آبا و اجدادش. کسی که میاد میگه ما اگر تحریم ها علیه ملت ایران ده ها برابر هم شود دست از حمایت از فلسطین بر نمیداریم، فقط این اظهار نظر نیست، عمل کردش منجر به افزایش تحریم ها میشه، این مستقل لعنت نیست؟ به چه مناسبت شما میگید مستقل لعنت است؟ ام اچ موینیان، ببینید میگی که میدونستید به غیر از آموزش پرورش محیط زیست و شهرداری، بهتر رهبری هم درصدی از فروش خودرو سهم داره. اونو من واقعا نمیدونم چون نقل زیاد شده، اما واقعا من مستندی ندارم، اما میدونم که صندوق ذخیره ارزی اجازه استفاده اش در اختیار رهبره و اخیرا هم یکی از نمایندگان مجلس گفتش که نفت و منابع نفتی جزء اموال بیت المال نیست، جزء انفاله که در اختیار ولی فقیهه، یعنی کل نفت رو متعلق به رهبر میدونن. و همین جهت وقتی نفت فروخته میشه، چون درصدی از درآمد حاصل از نفت باید در صندوق ذخیره ارزی با مجوز رهبر هزینه بشه، که خیلی رقمش بالاتر از اون درصدی که شما میگید در صنعت خودروسازی. راستی یه خبری دیدم من، خیلی جالب بود، معاون ناحیه انتظامی خراسان گفته که یک سرقت مسلحانه از یه بانک شده مبلغ 400 میلیون ریال، یعنی 40 میلیون تومان، یعنی 700 دلار. کشوری که وزیر کشاورزی در یک پروژه‌ای که 3 میلیارد و 279 میلیون یورو در چای دبش اختلاس شده نقش داشته، وزیر کشاورزیش 3 میلیارد و 279 میلیون یورو، یعنی چیزی در حدود 4 میلیارد دلار، بعد 700 دلار دزدی شده. تازه نتونستم بگن دنبالیم که بگیریم،
حالا فیلم سرقتش هم در فضای مجازی پخش کردن. حسین فلاحی میگن آقا تو کمرش بخوره، گفت با دشمنم میشه صلح کرد اما اطمینان نه. ببین دوست عزیز، این حرفیه که هر عقلی میگه. اصلا مگه قراره در عالم سیاست کسی به کسی اعتماد بکنه؟ مگه خامنه‌ای که میگه به دشمن نباید اعتماد کنیم به رئیس دفتر خودش اعتماد داره؟ مگه در بالاترین سطوح امنیتی کشورش جاسوس اسرائیل از آب در نیامد؟ پس اعتماد اصلا مفهوم نداره. اونجایی که نباید اعتماد کنه اعتماد میکنه. در عرصه بین‌المللی راههایی وجود داره که شما دور زدن شما توسط دشمن یا توسط رقیب یا توسط دوست، حتی دوست کشوری که دوسته، مگر روسیه که اینها ادعای دوستی دارن اخیراً نگفته کوریدور زنگزور باید راه بیفته، همین که جمهوری اسلامی باش مخالفه. حالا چطور به روسیه شما اعتماد دارید که بارها و بارها در طول تاریخ ضربه زده، در طول همین 45 سال ضربه زده، همین سالهای اخیر ضربه زده، ولی بگید دیگر نباید اعتماد کرد؟ اصلا به هیچ کس نباید اعتماد کرد. شما به چین اعتماد کردید، نفت داره طورتون نداده، آقا زورتون به جای دیگه میرسونید. در مورد انفجار سانه من توضیح دارم دوستان عزیز. ببینید همینقدر که این خیلی مهمه، همینقدر که به محض که همچین اتفاق میفته مردم ذهنشون میگه آقا کار اسرائیل بود، جمهوری اسلامی باید خودشو تیکه پاره کنه که آقا ثابت کن نشت گاز. من اصلا نمیفهمم چه چیزیه که اینقدر ما گاز غیر مقدس داریم با جمهوری اسلامی دشمنه. همه جا گاز، هر جای سپاه اتفاق میفته میگن نشت گاز بود. بعد یعنی واقعا این دانشمندان بزرگی که در سپاه نشستن حتی بوی گاز رو نفهمیدن؟ حالا سیستم فنیشون کار نمیکرد، خودشون بوی گاز رو نفهمیدن دیگه. با تو خونه دو تا دهاتی، من دهاتی میام از باب تحقیر نمیگم، یعنی آدمایی که حالا شاید خیلی سر کارم ندارن ولی بوی گازو میفهمن، فکر واره خودشون پنجره وا میکنن تموم میشه. و نشت گاز شد، منفجر شد. و من سوال صبح مطرح کردم در کانال دوم صحبت کردم، اگر در یک پادگان سپاه یا مرکز سپاه یا یک مرکز نمیدونم مخفی سپاه گاز نشت کرده دو نفر کشتن، چرا شهید، چرا عنوان شهیدشون میدن؟ شهید جمعه جنگ با دشمنت میمونه کشته میشه شهید. اگر گاز میخوام اینم این سپاهی اگه تو خونه‌ش هم گاز نشکت کشته رو بهش میگه شهید؟ آب چه مناسبت؟ یا مثل رئیسی که گفتین شهید، یعنی اعتراف میکنم به این که بحث عادی نبوده. اگر قرار باشه که هر کسی چون سمت در جمهوری اسلامی داره اگر کشته شو شهید بشه که نشد حساب کتاب. من این داستانو گفتم، این خدا شده برای خود من اتفاق افتاد. من سال 64 یعنی 38 سال پیش 39 سال پیش رفته بودم ماهشهر روز قدس. حالا من رفتم تو راهپیمایی به خاطری که اونجا منم میشناختم، منم ریا کردم رفتم راهپیمایی. رئیس بونه چهید اونجا آقای مهندس زراتی بود، انسان بسیار واقعا انسان شریفی بود، از کارمندان با سابقه پتروشیمی بود. به من گفتش که رئیس جهاد سازندگی با تو کار داره، فهمیده تو از تهران اومدی. من موقع رئیس دفتر کروبی بودم تو بونه چهید، رفتم گفتم بفرمایید. هم تو راهپیمایی که می‌رفتیم گفتش آقا یکی از برادران عزیز جهاد شهید شده، ولی آقای زراتی در بنیاد شهید قبول نمیکنه برایشون پرونده شهید درست کنه. گفتم چه جوری شهید شده؟ گفتش که میگم خدا شاهد عینش دیگه، گفتش که ایشون اومده قرار بوده فرداش بره جبهه، اومده تو جهاد با بچه‌ها خداحافظی کنه، رفته از آب سردخون آب بخوره، دستگاه اتصالی برق پیدا کردیم برق گرفته کشته شده. گفتم خب، گفت ایشون فرداش که قرار بره جبهه در محل جهاد سازندگی که یک نهاد انقلابی هم هست این اتفاق افتاده، پس باید شهید تلقی بشه. همونقدر اون شهیده که اگر نشت گاز باشه شهیده. ولی خب اصلا مهمش اینه که اصلا اینا هم که نباشه، به محضی که همچین حوادث اتفاق میفته حکومت شخص علی خامنه ای و پزشکیان و قالیباف و اژه‌ای و رفسنجانی هم از گور در بیاد و خاتمی و کروبی و اینا همشون بگن آقا این حادثه نشت گاز بوده، یه نفرم تو فضای مجازی شایع کنه که این کار اسرائیل بوده، مردم کدومو قبول میکنن؟ من میگم احتمال زیاد کار خرابکاری خارجی ها، اصلا تردید ندارم. ولی میخوام بگم حتی اگر یک شایعه توسط یک آدم معمولی در فضای مجازی مطرح شه، در مقابلش خامنه ای و کل حکومتش بیان میگن نشت گاز بود، مردم کدومو قبول میکنن؟ داریوش 59 فکر. بله، من در مورد مرحوم سید محمد میر موسوی یه لایو دیروز، لایو هم در همین مورد بود دیگه، شعر هجرنامه
فردوسی در مورد سلطان محمود خوندم که اگر مادر شاه بانو بودی مراسیم و زر تا به زانو بودی، گفتم اگه مادر خامنه‌ای بانو بود این اتفاقات در کشور نمی‌افتاد. چون در تبارش بزرگی نبود نیارست نام بزرگان شنود، پشیزی به از شهریاری چون این که نکیش دارد نه آیین دین، به ناپاک زاده مدارید امید که زنگی به شستن نگردد سپید. نار درست خوندم باقیشم بخونم. زبد از چشم بهی داشتن بود خاک در دیدن باشتن، چو پروردگارش چون این آفرید نیابی تو بر بند یزدان کلید. اینطوری خدا آفرید خامنه‌ای رو. داشتن پیکنیک پر میکردن، آره خب مصرفشون بالا بوده. کامیون که ظاهرا چند سال پیش مردم آلمان هم بعد از راهپیمایی سیاه‌پوستان آمریکا مبدنی که حکومتی مانند حکومت جمهوری اسلامی میخوان، مردم آلمان هم چنین تقاضایی داشتن اما رسانه‌های آلمان اعتراض نکردن. ببینید یه آقایی به نام لوئیس فراخان میومد ایران، بعد جمهوری اسلامی اعلام میکرد که رهبر مسلمانان آمریکاست، میگفتن چند میلیون طرفدار داره، همشون طرفدار اینن، اینم طرفدار جمهوری اسلامیه. فکر میکنم آخرین بار 14-15 سال پیش اومده بود ایران، با جنتی ملاقات کرد. بعد جنتی گفتش که ما از شما میخوایم که شما کمک کنید راهپیمایی روز قدس در آمریکا با شکوه‌تر برگزار بشه. اونم برگشت گفتش که اصلا من تاریخ روز قدس رو نشیدم. لوئیس فراخان به عنوان رهبر مسلمانان آمریکا، اگر اینو سرچ کنید روز سایت خبری هست. یعنی در واقع دستشون انداخته بود، میومد میرفت بعد هم برای اینکه زهر خودشو بریزه. اصلا بالاخره اسم، حتی خیلی هم که مخالفن اسم روز قدس رو شنیدن دیگه. مثلا 30 سال بعد از اینکه هر سال جمهوری اسلامی با کلی تبلیغات اسم روز قدس رو بعد از کشور اروپایی هم بالاخره برگزار می‌کردن راهپیمایشو، رهبر مسلمانان آمریکا گفتش که من اسم روز قدس رو نشیدم. بعد اینا میاد اون شیخه که اسمش چیه؟ حالا اسمش یادم میاد، اون شیخکی که تو از دار و دسته مخبر و رئیسی بود، بعد گفتش که آره 1 میلیون نفر حالا تردید از من، 1 میلیون نفر در نیویورک یا در واشنگتن تردید از منه. تظاهر کردن و گفتن که ما یک حکومت از نو، حکومت جمهوری اسلامی میخوایم، اما خبرش رو سانسور کردن. یه اتفاق عجیبی در آمریکا اتفاق افتاد و نگذاشتن خیلی خبرش تو دنیا پخش بشه. یه ذره پخش شد جلوشو گرفتن. یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن تردید از منه، 1 میلیون سیاه‌پوست راهپیمایی کردن. 1 میلیون سیاه‌پوست. میدونیدم شعارش چی بود؟ اصلا نگذاشتن تو دنیا پخش بشه. شعارشون این بود ما حکومت میخواهیم از نوع حکومت ایران. به بزرگان آمریکا اعلام کرد این جمهوری اسلامی هنوز تمدن نشده، یه فرهنگه. این فرهنگ هنوز تمدن نشده در برابر تمدن جهانی که حالا اونا ادعا میکنن آمریکا پیروز شده. که تو قلب آمریکا سیاه‌پوستا راهپیمایی کنن بگن ما از این مدل حکومت میخوایم، این اتفاق میخوان نیفته. خفش کردن، کلیرم کشتن، کلیرم دستگیر کردن، زندان کردن، نگذاشتن صدا بلند بشه. یکی دیگرش هم حسن عباسی میگفتش که بیش از 200,000 مسلمان در فقط در شهر نیویورک مقلد آقا هستن. من با قاطعیت میگم کل کسانی که دیگه به تقلید پایبندن تو کل ایران الان 200,000 نفر نیست. به تقلید به معنای اون قبلش که خیلی مقید بودن، مرجع تقلید داشته باشن، وجوهات بهش بدن. حالا میگه 200,000 نفر فقط تو نیویورک مقلد، فقط هم خامنه‌ای، چون بالاخره مرجع تقلید هم زیاده دیگه. ممنون از همتون، شب و روزتون خوش، تا برنامه بعدی موفق باشید. قتل محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان. نیروی انتظامی گفت فحاشی کرد، ماموران هیجان و خشم خود را کنترل نکردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای درباره قتل محمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس لاهیجان اعلام کرد ضرب و شتم مقتول در زندان به علت فحاشی وی به ماموران صورت گرفته است. در این اطلاعیه آمده شکنجه میرموسوی به دلیل هیجان ناشی از استکاک صورت گرفته میان او و ماموران بود و برخی کارکنان خشم و احساسات خود را کنترل نکردند. نیروی انتظامی اعلام کرد فرمانده پاسگاه پلیس لاهیجان عزل و سایر عوامل دخیل در این قتل معلق از خدمت شدند و در صورت تایید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.
محمد میر موسوی اهل روستای سید محله از توابع بخش رودبنه شهرستان لاهیجان شنبه 3 مرداد در جریان یک درگیری توسط ماموران دستگیر و به پاسگاه منتقل شد، اما زیر شکنجه به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد. ادعا شده او در بازداشتگاه به ماموران فحاشی و از دستورات آنها استنکاف کرد که باعث درگیری میان آنها شده است. در همین ارتباط 5 افسر نیروی انتظامی بازداشت شدند. طبق گزارش‌های منابع محلی، خانواده این جوان به شدت از سوی نهادهای امنیتی و قضایی در استان گیلان تحت فشار قرار گرفتند که درباره این قتل مصاحبه نکنند. قتل محمد میر موسوی، ستار بهشتی، محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و یا مهسا امینی فقط نمونه‌هایی از جنایت‌های افشا شده در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.